روزتون بخیر. این ویدیو رو تو جواب سوال یکی از دوستان که پرسیده بودن که موقع کار درجه زیگزاگ هم بهمون نشون بده، برای اون دارم این فیلمو میذارم. دوختمون همون گل شقایق هستش، منتها من قسمت کاسبرگش رو که با پهن و باریک فقط دوخته میشه رو براتون میذارم. ببینین، از نقطه پایین کار با عرض کم باید شروع کنیم. به وسط کار که میرسیم یه مقدار پهن‌تر میشه و به نوکش که میرسه یه مقدار باریکتر میشه. الان من با دست چپ کارگاه رو نگه میدارم و با دست راستم هم درجه زیگزاگ رو نگه میدارم و شروع به دوخت میکنم. با یه سر سافت دوختم میام به نوک کار. حالا با درجه باری شروع به دوخت میکنم. هرچی که میگذره وقتی پهنای کار بیشتر میشه درجه زیگزاگ ما هم بیشتر میشه. و بازم به نوکش که میرسیم یه مقدار باریکتر میکنیم. به این صورت. حالا دو هفته برای اینکه کاسبرگ کارمون هستش و میخوام یه ذره پهن‌تر باشه و جفتیش بیشتر باشه، یه بار دیگه این دوست رو برمیگردیم. به نوکش که میرسیم یه مقدار باریکتر میکنیم. به این صورت. این برای دوخت کاسبرگمونه که تماما از پهن و باریک استفاده میشه. و برای دوخت خود گلبرگامون خانوما، بستگی به اینکه گلمون سایزش اندازه‌ای باشه میتونیم از پهنایی که به گلبرگمون بخوره استفاده کنیم. مثلا الان اینجا گلبرگی که دارم میدوزم تقریبا متوسط هستش، میتونیم عرض زیگزاگ ثابت نگه داریم و دوخت انجام بدیم. من دوخت یکی از گلبرگ ها را براتون میذارم که اونم ببینیم. ببینید، این الان گلبرگیه که من میخوام بدوزم. گل بستگی به این که از چه رنگ هایی میخوایم، یعنی از چند رنگ میخوایم استفاده کنیم، گلبرگمون رو تقسیم بندی میکنیم. ببینیم یه قسمت، دو قسمت و سه قسمت. الان من میخوام با رنگ قرمز روشن کار کنم، بعد یه مقدار قرمز تیره تر و در آخر کار زرشکی استفاده میکنم. با روش سایه روشن میخوایم اینو کار کنیم. سایه روشن هم به این صورته که ما یه قسمت کار رو به این صورت پر میکنیم، بعد قسمت بعدی رو پر میکنیم و با دوخت بعدی گاهی وقتا تو دوخت قبلیمون هم یه خش میندازیم و بعد رنگ سوم رو استفاده میکنیم. من الان اینو میدوزم. ببینید، عرض زیگزاگمون ثابت میمونه، احتیاج به تغییر دادن اون نیستش. خیلی احتیاج به پر کردن نیستش، چون ما پای قسمت های از کار رو با رنگ بعدیمون توش دوخت میزنیم. رنگ اول رو ما کار کردیم.
حالا رنگ دوم رو میذاریم و بقیه قسمت ها رو با رنگ دوم پر میکنیم. ببینید این رنگ اول کارمون رو الان دوختیم، تموم شد. رنگ دوم رو الان من میذارم. درجه زیگزاگمون هیچ فرقی نکرده، ثابته. ببینین هر از دایی توی کوفت قبلیمون میریم، یه سایه توی کوفت قبلیمون میزنیم. به جهت گلبرگمون هم دقت میکنیم. ببینید این رنگ دوم کارمونم دوخته شد. برای قسمت بعدی کار میتونیم هم از رنگ زرشکی پررنگ تر استفاده کنیم یا از قهوه‌ای. رنگم که داری میدیدیم باید اوقا تو رنگ قبلی یه خشم دادیم. صورت این رنگ سومش هم دوخته میشه. خب یه توضیح بدم برای خواب برگامون. ببینه این قسمت که داریم میدوزیم، خواب گلبرگمون به سمت این قسمت وسط هستش. ببینید یعنی از این سمت دوخته میشه به این قسمت ختم میشه و از این سمت هم دوخته میشه و به این سمت ختم میشه. ولی برای قسمت بالای کار، ببینید الان این قسمت گلبرگ و من دیگه دوختش رو انجام نمیدم. غیر از این قسمت وسط کار، ببینید غیر از این وسط کار که تخمکش دوخته میشه، این قسمت ها برگمونه، گلبرگمونه. حالا این قسمت ها رو چجوری دوخته میشه؟ به این سمت، به سمت تخمک به این صورت دوخته میشه. تمام قسمت ها به این صورت. ببینید خواب گلبرگمون به این صورت میشه.
ببین به این صورت. غیر از این قسمت وسط که تخمکش گذاشته میشه، که اینم الان من براتون فیلمشو میذارم. و اما برای دوخت تخمک های گلمویی من یه توضیح روی کار بدم براتون. ببینید ما هر تیکه رو، هر نقطه رو به این صورت، ببینید الان من یه خط اینجا گذاشتم، تو این نقطه که الان من گذاشتم، تو این خطی که الان گذاشتم، چند تا دوخت در جا میزنیم، یعنی فقط همینجا کارگاه به هیچ وجه تکون نمیخوره و بعد با فاصله بعدی یه تخمک دیگه میدوزیم. دوختامون به این صورته که عرض روی دو میذاریم، 2 میلیمتر، و این قسمت رو دوخت میزنیم و اونقدر اون دوخت در جامون تکرار میشه که برجستگی کار و تخمک خودش رو نشون بده. و وقتی که یه دونش رو دوختیم با یه مقدار فاصله میدیم و بعدی رو میدوزیم. من توی فیلم نمیدونم دقیقا مشخص میشه یا نه. ببینیم به این صورت. ببینید دستتون رو به زیگزاگ میگیرین و دقیقا این قسمت کار رو شروع میکنین دوخت زدن. ببینید حالا دوخت بعدی رو میزنیم. ببینید همش در جا خورده میشه. ببینید حالا بیایم بعدی. و بعد رو بعدی. یه در فاصله میدیم و دوسته بعدی میدیم. دست منو نگاه کنیم دیگه. این پایین و دوخته بعد نگاه کنیم. به این صورت تمام تخمک های داخلش رو پر میکنیم. بعد از اینکه دوخت تخمک ها تموم شد، با رنگ مشکی لابلای تمام تخمک ها رو پر میکنیم. بذاریم من این از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینیم به چه صورتی شده. دقیقا تمام داخل این قسمت رو تمامش رو با تخمک های اینجوری پر میکنیم. بعد از اینکه دوختش رو انجام دادیم تموم شد، با ساده دوزی لابلای این تخمک ها پر میشه. ببینید به این صورت وقتی که کل تخمک های گل دوخته شد و گلمونم دوخته شد، حالا لابلای این تخمک ها رو، ببینید این قسمت هایی که سفیده رو، با رنگ مشکی و ساده دوزی دوخت میزنیم. ببینیم به این صورت. الان درجه زیگزاگ من روی صفره. ساده دوزی میخوایم انجام بدیم. و مواظب باید بشین که دوختتون روی تخمک ها نره.
بذار من این قسمتی که دوختمو بهتون نشون بدم. باقی کار و کل کار به همین صورت که یه تیکر رو دوختم به همین صورت دوخته میشه. ببینید به این صورت تمام قسمت های لابلای این تخمک ها با دوخت مشکی پر میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و جواب این دوستم که گفته بودن که این دوخت رو با زیگزاگی که داری کار میکنی به اون نشون بده جوابش رو تونسته باشم داده باشم. شما مگه هر قسمت از کار رو متوجه نشدین برام بنویسین تا از همون قسمت براتون فیلم بذارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.